ولی سخت استفاده میشد. این خوب خشک. سلام، من محمد احسان شیرزاد هستم و به دنبال به تصویر کشیدن زحمات و تلاش ها و کسب و کار و راه های موفقیت در امورات اقتصادی هستم. حتماً در شرایط فعلی انسان‌هایی هستند که کسب و کارشان جریان دارد و تلاش می‌کنند برای پیشرفت و ترقی و آبادانی کشور. ما آنها را برای شما معرفی می‌کنیم. تلاش، پشتکار و انرژی بالا و کار صادقانه برای به دست آوردن موفقیت‌های اقتصادی حلال حلال حلال. باید خودمان همدیگر را حمایت کنیم و با یکدیگر راه‌های پیروزی را نشان دهیم. ولی باید یادآوری کنم که موفقیت به آسانی به دست نمی آید و زحمت می خواهد و پشتکار و صبر فراوان. یکی از انسان‌های موفق و زحمتکش این سرزمین، استاد عبدالشکور شکوری، یکی از حلبی سازان با سابقه کشور است. او همچنان رئیس اتحادیه حلبی سازان شهر کابل نیز هست. با او ملاقاتی داشتم و قرار است با هم گفت و شنودی داشته باشیم. خدا را شکر صدای چکش‌ها و جنب و جوش حلبی سازان انرژی خوبی را انعکاس می‌داد و خیلی خوشحال کننده بود که هنوز با امید در حال کار هستند. الله الرحمن الرحیم. عبدالشکور شکوری هستم، رئیس اتحادیه حلبی سازان شهر کابل. بسیار خوب، خیلی خوشحال شدم آقای عبدالشکور عزیز. چقدر وقت میشه مسئول فهمی کار حلبی سازی شما هستین؟ ما تقریبا در حدود 35 سال میشه تامین کس با پیش میبریم و بسیار مشغول هستم. این سرای میشه یک معرفی مختصر بکنین که چقدر خدمت داره اینجا؟ سرای سالنگ و سرای جلالی نام داره و در قسمت قوای مرکز انتصارات موقعیت داره. بسیار خوب، شما گفتین که رئیس اتحادیه حلبی سازان افغانستان هستین. چقدر کسب و کارها و چقدر مردمای کارگر مربوط به این شغل حلبی سازی مربوط به همین اتحادیه شما میشن؟ ما در حدود 400-450 دکان در همین اتحادیه شامل میباشند که کوچه رضاخان، دروازه لاوری، کوته سنگی و همین سرای جلالی میباشند. دکانها در سرای حلبی سازی باز بود و کارگران مشغول کار بودند و مردم هم از تولیدات آنها بازدید می‌کردند. این یعنی یک خبر خوب. ماشاءالله به تمام شما عزیزان، برکت به کارتان باد. مردان زحمتکش این سرزمین، روزی حلال گوارای وجودتان. باز بیشتر در اتحادیه کدام کارا را شما انسجام میتین؟ زیادتر همی کارهای اتحادیه است که پشت کار مالیشان میگردیم، پشت کار جوازشان میگردیم و همی اتحادیه پیشوران و تاق پیشوران است که این مشکل دکاندارای ما را حل میکنه. بسیار خوب، این اتحادیه برای شما مفید بوده به حل مشکلات صنعت شما یا نه؟ تا یک اندازه مفید بوده. در حکومت های سابق برای مردم کوپراتیو بود، آنشادر میداد، کار میکرد و در این حکومت های کال میبینیم برای مردم، برای کسب و کار تال کدام کمک نشد. بسیار خوب، در مجموع امی بازار که فرن هستی مارکت حلبی سازان شهر کابل، بازار عمومی کار شما چطور است فعلا؟ بازار عمومی کار ما سابق خوب بود،
و در این اواخر یکی تولیدات خارجی است که بخاری‌های ترکی داخل کشور شده برای مردم، یکی خب برای محیط زیست زیاد ضرر داره که سنگ و زغال بسوزه محیط زیست خراب کرده، و دوم برای مردم یک ضربه بزرگ است و ما خواهش ما از مردم همی است که تولیدات داخلی استفاده کنند. با تایید حرف‌های جناب شکوری باید تأکید کنم که حمایت تولیدات داخلی برای اقتصاد کشور بسیار مفید می‌تواند باشد. کشورهای مختلف دنیا که می‌خواهند در امور اقتصادی موفق شوند در تشویق تولیدات داخلی بسیار می‌کوشند و حمایت مردم آن کشورها نیز از تولیدات داخلی یکی از رازهای موفقیت این کشورها بوده است. عزیزان هموطن، برادران، خواهران، یاد شما نرود که تولید وطن را حمایت کنیم و با این حمایت زمینه رونق کسب و کار کارگران این سرزمین را فراهم بسازیم انشاءالله. استاد عزیز، مواد خام شما مکمل از خارج می یا ساخت داخل هم داره؟ نخیر، مواد خام ما عموما از خارج است. این چادر چینایی، سیرانی، روسی است. مکمل مواد خام ما از خارج می آید. امکان داره که مواد خام داخل افغانستان تولید شود یا نه؟ بله، امکان داره اگر دولت توجه کنه، فابریکای زو با هم جور شد. فکر میکنم برای شما شاید خیلی اقتصادی تمام شود. موادی که از داخل تولید شود، داخل کشور اگر تولید شود برای ما شاید ارزان‌تر تمام شود. واقعاً چقدر غرور آفرین است وقتی کارگران را مشغول کار می‌بینی که در حال تولید محصولات داخلی هستند. ماشاءالله به همه شما جوانمردان کشور. آقای شکوری عزیز، سرای مکمل مخصوص کارهای علوی است؟ بله، سرای بعد بخاری است، چری است، قبای مسجد است، دوره شما میبینن کار کانال است، همین کارهای مسجد و بخاری و چری است. چقدر دکان در اینجا خواب بود؟ در حدود 70 دکان است. خب میشه بریم ببینیم همشون؟ هزار در کلن در کار علوی است دیگه، دیگه چیز کار نمیشه؟ بله، این کار این چادر و کار بخاری و چری هم دیگه. با کنار از این مثلا قبه‌های مسجد، گنبدای بزرگ هم شما درست میکنیم؟ بله، گنبدای مسجد هم درست میکنیم. خود با پالش کار این پوش است، کانال است، بود آشپزخانه است. همین چیزا رو ما درست میکنیم. در حدود چقدر دکان گفتین اینجا هست؟ در حدود 70 دکان در این سرای ما داره که سرای کوچه سنگی، دروازه لوری و کوچه رضا خان مربوط به همین. شیر مادر حلال جناب شکوری وقتی به فکر کارآفرینی برای جوانان این کشور و کار آنها هستی و دغدغه کار آنها را داری. با شنیدن این حرف جناب شکوری یاد یکی از نصیحت‌های بزرگان افتادم که یکی از خصلت‌های جوانمردان و عیاران نان بردن سر دسترخوان مردم است. وقتی شما دکان یا مغازه یا هر کار دیگر را فعال می‌کنید و چند نفر در کنار شما کار می‌کنند،
و از طریق شما نان بالای سفره آنها می رود، این یعنی جوانمردی. در مجموعان چقدر نفر شاید زیر پوشش شما باشد؟ در حدود 400 دوکان در اتحادیه شامل می باشد که افقادش در این یستن که دیگاه شد دیگر نقاط کابل. در چهار نقطه شهر کابل است که کوچه رضاخان، دروازه لوریس، کوچه سنگیس و سرای جلالی. بسیار خوب. و در مجموع چقدر نفر در اینجا مشغول کار خواب دیدن؟ تقریبا در حدود 260-270 نفر در این سرای کارگر دارد. و امی سرای چقدر وقت میشه که فعال است؟ مثلا از سابقا بوده یا نه تأسیس شده؟ این سرای، سرای به نام سرای عبدالرحمن خان بود که در فروشگاه موقع داشت و سال 1357 در این سرای ما موقع داره. تقریبا 43 سال میشه که ما در این قسمت خود چه خلق میشه که اینجا مسئول هستی؟ ما تقریبا 35-36 سال میشه که این قسمت دوران تو تیگه شده دیگه؟ بله آش خود. استاد عزیز، کسایی که در اینجا مصروف هستند در کار، بهترین زمان کار از جا که بازار خوب داشته کی بوده؟ بهترین وقت کار از این مردم در این ماه میزان عقرب قوس است که سیزن کار ماست. مردم بخاری و کریم نخرن اما یا کار ماست. بسیار خوب. و در اینجا یا در سطح شهر کابل در این اتحادیه شما چقدر نفر گفتیم مشغول کار خواب بودن؟ به شکل عمومی مثلا با خلیفه‌کار و شاگرد؟ بله، خلیفه‌کار و شاگرد شاید در حدود 800-200 نفر شود. ماشاءالله. استقبال جامعه از کار شما چی بوده؟ مردم راضی هستند و از مقاومت کار شما، از طرح و دیزاین شما، از اینا؟ مردم از کار ما بله زیادتر استقبال میکنند، زیادتر مردم از صنایع داخلی استفاده میکنند، زیادتر وزارتخانه میبرند بخاری ها را، زیادتر خانه ها می بخاری. یک چیز اقتصادی است برای فامیل، نمی یک بخاری شاید در حدود همراه نل تخت منقل در حدود 2000-2500 افغانی تمام شد. اونون برشان خوب است، اقتصادی است و هم صنایع داخلی تشویق میشه و هم کارگر در کار میشه. تیل استفاده میشه؟ بله، بخاری دیزلی تیل استفاده میشه و این بخاری که از بخاری چوبی است که چوب سنگ و زغال استفاده میشه و این بخاری هم بخاری های دیزلی نیست که دیزلی میسازن و از چوب سنگ و زغال استفاده میشه. مردم نمیتونن که یک بخاری ترکی را 18000 یا 20000 بخره. در این بخاری شاید در حدود 2000-2500 یک فامیل میتونه که زمستان خود را. از لحاظ مقاومت چه رقم از اینا؟ مقاومت آیین از این 0.7 است. سنگ و زغال هم استفاده میشه. در حدود همیان در حدود 2-3 سال کار میتونه. خب بسیار خوب. بعضی بخاری ها هستن که به وقتی که حرارت خیلی بالا میشه سرخ میگردن. بله. و شاید در مرور زمان خود نازک بکنن. این بخاری ها چی رقم از مقابل او حرارت های بسیار بالا؟ این بخاری ها آین سفره پیشتر برتانه هست کردم که آین دبل هست و یک که داده دیگه باز آین چادر نازکتر کار میشه که اگر در اون سنگ دقال استفاده شد و نازک میکنه. میشه اینا رو معرفی بکنیم برای ما همی گنبلا و نوه ساخت از اینا؟ یا قبای مسجد هست به حساب گنبد مسجد یا کار گرفته میشه از نکل چینایی استفاده میشه کار. اینا دیزاینش مکمل داخلی است. داخلش پروفیل کار میشه و بیرونش میکنه. دستان هنرمند و پرتلاش افغانی باعث رام شدن آهن شده است.
هر طرف که خواستند آنها را خم و پیچ می دهند و از آن چیزهای می سازند که چشم انسان را به حیرت وامی دارد. قصه ذره ذره اندازه و برش و دقت است برای به دست آوردن لقمه حلال و پاک. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم دین محمد احمدیستم، یک تن از علوی سازان سرای علوی سازی سالنگ بود. بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما امید است، یک تن از سازای علوی سازای سرای جلالی سالنگ بود، دکاندار. تقریبا دیگه 35 سال 36 سال میشه. ما صاحب کردیم دمی دکانداری ما تقریبا 28 سال میشه. دیگه شاگردی و چیزا هم زیاد کردیم. 11 سال دیگه کس شاگردی کردیم. یک 28 سال میشه که دوکان دارم. رونق بازار ما تو رو بود که ما کارهای ساختمانی رو میکردیم، سیستم دکتنگ و آشپزخانه و گپا رو جور میکردیم، میساختیم. دیگه از نگاه بخاری و ایجا فرموش های گناگون میامد برای ما، از هر چیز، از هر انواع نکل و فلز و هر چیز ما کار میکنیم میامد. خوبی خوب کلش خوب از داره برای ما، در هر چیز که ما جور میکنیم یا کسی که استفاده میکنه اونمو برای ما افتخار است. خوبیت کار ما اونمو است که بخاری میسازیم، بیادر کار میگیرن، بیادر مردم ناراض نیست از پیش ما، بیادر مثال لودان او میسازیم یا سماوار میسازیم یا بیادر مثال بکس بیادر ظرف و ظروف و کالا و لباس جور میکنیم، بیادر مشتری های ما از پیش ما بیادر راضی است. اینمی خوبیت و موفقیت کار ما بیادر که مشتری از ما خوش بود، ما بیادر خوش میباشیم که بیادر اینمی کار ما یک خوب و بیادر یک پیشرفت اساسی دارد. همه از فلز، از آن چادر، از نکل، هر آن چیزی که از سک ما جور میکنیم. بله، سابقا بخاری های ما طرف خوست زیاد میرفت، قندار زیاد میرفت، غزنی زیاد میرفت، طرف بدخشان زیاد میرفت، قندوز زمین اول حتی یک از در هوایش کم سرد است، وجود زیاد بخاری های ما از طرف زمستان میرفت. کسی که در کار خوشحق نداشته باشه او کار اصلا پیش برده نمیتونم. ما شوق بسیار خاص داریم در شغل خود، شغل خود بسیار دوست داریم. مردم افغانستان کسی که این وطن دوست داره، این خاک دوست داره، در این خاک زندگی میکنه، بچی از این وطن خود حساب میکنه، بیادر این وطن به صفت مادر خود میپذیره، باید از بیادر این زید که وقت متحد، همکار، بیادر این زید که یک دست یک اتفاق باشه. بگر این پیشنیاد ماست که بیادر این زید که از خصوص نظمی بچه جوان هایی که خیلن از بیاد کار در شغل که دسترسی دارن، بیادر کار خود کنن، تعلیم خود کنن، درس خود بخونن، بیادر این زید که یکی های برسن. این بگر فایده نداره که بیادر ما شما بیادر کنه مملکت های خارج چشم ما دوختگی باشد، آواره، بیچاره، مسکین، بیادر زردن شهید، پول ما میره، پیسه ما میره، جوان ما از بین میره، بیادر فامیلا از بین میره، بیادر. در جریان بازدید از سرای حلبی سازی چشمم به یک نوجوان افتاد و تلاش و زحمت و شوق او بسیار برایم جالب بود. انگیزه او بالا به نظر می رسید، ولی احساس کردم که کار برای او و اطفال همسند او مشکل نباشد. ولی وقتی با او هم صحبت شدم چیزهای کاملا متفاوت از زبان او شنیدم. در کار نام خدا بچه هوشیار دیده. الحمدلله توانسته بود در زمینه کار خوب بدرخشد و استاد او که آقای شکوری بود کاملا از او راضی به نظر می رسد. ما برش نمیتیم، اون کار خودش میتونه از وقت توانش بوده است و اون کار بده. نام مسیب است، ولد خوج احمد. آفرین. یکی از شاگردای علوی سازان است. آفرین. چقدر وقت گفتید میشه که کار شروع کردیم؟
ما تقریبا یک نیم ماه دو ماه میکردم که نیم شاگردی میکنم. تا بالا چی چی یاد گرفتی؟ خود اگر علاوی سازی یک کسبی است که عملا انجام میشه. نمیشه که به زبان بگی دیگه، چیزی که عملا انجام میشه. قیچی کاری، خط کشی، نگه قلم کدن. به یک انسان یک افتخار است که خلیفه شد و یک شاگرد زیر دست خود باشد. گفتنی خودم به همسن سال خودم ای است که شوق خود در کار بنازن، درس خود بخوانن، در یک کس ببیشینن که دوامدار باشد. درس هم میخوانم می ندهیم و بخیر امتیان های ماست. مکتب هم میریم بخیر، خلیفه ما خیر بینه، یادم میده میگه مکتب بری درس بخوانم. این یک احساس خوشی است که یک انسان از دست خود، از قدرت خود یک معاش میگیره. کسی که در این کارها میاید، اولا باید در پشت پیسه نباشد، کس به یاد بگیره. زیادتر شوق علاقه این بود، باز پدرم اون نگه چیز نگه بگه برو نمیگه شوق دست. تشویقم کرد بگه برو یاد بگیر، یک کس باشد. برای رشد اقتصاد کشور، پیر و جوان باید تلاش بکنیم و این است رمز پیروزی. و اما درد دلها و مشکلات کارگران عزیز. مشکلات ما یک کرای دوکان ما زیاد است، یک 3000 افغانی نایه شاروله از ما جواز نگیره، جواز کار این بسیار زیاد است. برای چه وقت میگیره جواز؟ جواز برای یک سال 3000 افغانی میگیره که بسیار زیاد است. قبلا 500 و 300 رقم بود، یک دو سه سال میشه که 3000 سر ما ساختن. وضعیت مملکت آرام باشه، ملت زیاده ریزه کن، زیاده آرام باشه، در دسترسش یک پنج نفر باشه. کار شما باشه میکنم کار ما هم شالا که زیاده ریزه کن، خوش بودیم، خوش آمه باشیم، تا وقت که زیاده را ما زنده بودیم، او دانام در دنیا بود، ما از این مسلک خود راضی می باشیم. و حالا هم راضی هستیم، از هزار بار شکر که زیاده ریزه کن، ما هم اینجا هستیم، زیاده یک چکشکار ما میشه یا کم یا زیاد، اما نفقه عیال و فامیل و زیاده خرج رو زیاده یا من باید. بسیار خوب، در بازدیدی که امروز از سرای حلبی سازی داشتن به چند مورد نتیجه گیری رسیدم که لازم می دانم آنها را با شما شریک بسازم. 1. حمایت از تولیدات داخلی باید تقویت شود و مردم باید کوشش کنند با استفاده از این تولیدات به اقتصاد کشور خود کمک کنند و باعث ادامه چرخه اقتصادی گردند. 2. تولید کنندگان داخلی حتما باید لوگو و مارک ساخت افغانستان را روی تولیدات خود بزنند تا مردم با دیدن این تولیدات و نشان و لوگوی آن احساس افتخار کنند و در موقع خرید انتخاب آسان‌تر داشته باشند. تا برنامه بعد، خدایارتان در کار و زندگی همه تان برکت.